سلام دوستان و خوش به یک قسمت دیگر از هفته نامه های آکادمی گنج امروز میخوایم که وضعیت بازار رو بررسی بکنیم اخبار هفته گذشته و هفته پیش رو رو ببینیم و همچنین تاثیر جنگ اسرائیل رو ببینیم بر اتفاقاتی که در داخل بازار میفته و تاثیرش در دارایی های مختلف رو با هم بررسی بکنیم با ما همراه باشید خب دوستان از مهمترین خبر این چند روزه شروع بکنیم طبیعتا آغاز نارامی ها و جنگی که به وجود اومده بین اسرائیل و حماس رو داریم مشاهده میکنیم و تاثیراتش رو تا همین الان هم روی بازار دیدیم اما نارامی ها جنگ و عدم امنیت در عرصه جهانی معمولا یک نتیجه بیشتر نداره و اون ریسک گریزی سرمایه گذاران هستش ریسک گریزی یعنی فرار از سرمایه گذاری های ریسک، ریسکی مثل بازار بورس و پناه بردن به بازارهای امتر مثل پول نقد مثل تریجری ها و مثل طلا اما این موضوع تنها موضوعی نیستش که باید امروز راجع بهش صحبت کنیم این تاثیرات تاثیرات کوتاه مدت هستش قدرت قابل توجهی داره در این شکی نیست همون تاثیرات کوتاه مدت هستش و باید ببینیم که چه نتایج دیگری میتواند در سیاست های آمریکا داشته باشد در سیاست های مالی آمریکا داشته باشد به طور خاص و اینکه این سیاست های مالی چطور میتونن روی بازار تاثیر بذارن بریم شروع بکنیم یک کمی با مطالعه کردن آغاز بکنیم از مثل همیشه بیاین از هفته گذشته شروع بکنیم هفته گذشته اخباری که اعلام شد گفته بودیم در هفته نامه گذاشتم گفته بودیم که مهمترین خبرش روز جمعه بود و نرخ بیکاری بود که در آمریکا اعلام شد نرخ بیکاری 3.8 درصد مثل ماه گذشته بود و یک نامه درصد بیشتر از انتظارات بود یعنی کماکان ضعف جاب مارکت داره حس میشه و این خب همونطور که هفته گذشته هم صحبت کرده بودیم ضعف در بازار شغل باعث این میشه که فدر رو ببره به سمت اینکه فشار رو شروع کنه کم کردن از بازار هرچند که هفته گذشته حداقل سنتیمنت به این شکل نبود و همه انتظار داشتیم که 25 صدم درصد افزایش نرخه بهره رو در جلسه بعدی رزرو داشته باشیم اخبار دیگری که هفته گذشته منتشر شد بیشتر در دنیای فارکس بود در استرالیا در نیوزیلند در این کره جنوبی به طور خاص در مورد نرخ بهرهشون اعلام شد و جفتشون نرخ بهره رو ثابت نگه داشتن استرالیا در 4.1 درصد و نیوزیلند در پنج و نیم درصد اما میدونم که دوست داریم موضوع جنگ صحبت بکنیم بنابراین من اینا رو سریع ازش عبور میکنم به اخبار و اعدادی که این هفته حداقل قرار منتشر شه هم نگاه بکنیم این هفته اعداد مهم پی پی آی و CPI هستش که قرار منتشر بشه به طور خاص سی پی آی در روز پنجشنبه نرخ تورم رو قرار نشون بده و یه جورایی تعیین جهت بکنه برای فد در ادامه سال پیش رو در ادامه سال 2023 اگر نگاهی به فدواش واچ بندازیم اما میتونیم تاثیر اتفاقات دیگری رو ببینیم اولا این نمودار رو اگر واش آشنا نیستین حتما حتما ویدیو آموزشی که در این مورد هست رو تماشا بکنین اما چیزی که داریم میبینیم این هستش که نسبت به هفته گذشته و حتی نسبت به دیروز احتمال اینکه افزایش نرخ بهره داشته باشیم در اول نوامبر سال 2023 که کمتر از یک ماه با اون فاصله داره هفته گذشته این بود که 72 درصد پیش بینی میکردن که نرخ بهره همینجا باقی خواهد ماند اما الان بیش از 88 درصد این پیش بینی رو میکنن و احتمال افزایش نرخ بهره کمتر شده چرا این اتفاق افتاده ببینید وقتی این ناامنی ها به وجود میاد در مخصوصا در خاور میانه یکی از خطرناکترین اتفاقاتی که میتونه برای اقتصادها داشته باشه افزایش قیمت نفت هستش همونطور که میدونید نفت تاثیر سزایی روی تمام سکتورهای ا... اقتصاد و صنایع مختلف داره و معمولا افزایش قیمتش منجر میشه به افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی که یه جوری ترجمه میشه به افزایش تورم خب این افزایش تورم اگه خاطرتون باشه یکی از جاهای نگرانی به فد این افزایش تورم و افزایش بیکاری هستش و این زیاد شدن ناامنی ها و بیشتر شدن هزینه های دولت آمریکا فقط به بحث ناامنی ها هم نیست بحث افزایش هزینه های دولت هستش برای اینکه کمک هایی که میخوام بفرستن همین الانش هم ما هر ماه از آمریکا مقدار قابل توجهی کمک به اوکراین میره و خب اگه قرار باشه این کمک ها اضافه بشه به اسرائیل هم فرستاده بشه طبیعتا فشار رو بر اقتصاد آمریکا بیشتر خواهد کرد و خب این افزایش فشار و افزایش هزینه هاش یه جایی باید یه جوری باید جبران بشه چطور جبران میشه با در واقع فد باید بیاد و یک کمی آسانگیرانه تر بکنه اوضاع اقتصاد رو که بتونه فشار رو کمی از مردم و همچنین از روی دولت برداره و این نتیجه هستش که داریم میبینیم پس موضوعی که اول ویدیو گفتم که در کوتاه مدت ما شاهد چی خواهیم بود شاهد افزایش قیمت نفت خواهیم بود شاهد افزایش قیمت طلا خواهیم بود و شاهد فشار روی بازارهای در واقع ریسک پذیر مثل بازار بورس خواهیم بود اما از اونجایی که در دنیای اقتصاد در دنیای فایننس خبر خوب خبر بد هستش و خبر بد خبر خوب میتونیم نتیجه عکس رو اینجا ببینیم خبر بدی که وجود داشت جنگی که به وجود اومد در نهایت برای بازار خبر خوب محسوب میشه چرا خوب محسوب میشه چون که فد رو مجاب میکنه مجبورش میکنه که یا نرخ رو پایین تر بیاره یا نرخ رو کمتر بالا ببره همین جوریش هم فد الان دوگانه بود قرار بود درصد دیگر داشته باشیم اما همونطور که داریم میبینیم این پیش همینطور داره کمتر و کمتر میشه با توجه به اتفاقاتی که افتاد و اگر به انتهای د... به میانه دسامبر نگاه بکنیم این یعنی جلسه بعدی فد اول نوامبر بعدیش رو نگاه بکنیم هم میبینیم که درصد قابل توجه یعنی بیش از 74 درصد کماکان پیش بینی که حتی تا آخر امسال ما این نرخ بهره رو حفظ خواهیم کرد و خب این اتفاقی که افتاد یک مثال از بلک سوان ایونت یا قوی سیاه هستش و مواردی که بازار نمیتونه پیش بینی بکنه و موقعی که اتفاق بیفته موقعی که پیش بیاد ریاکشن بهش نشون میده بسیار عالی خب پس این از لحاظ فاینانشال یکمی من ترتیب کارام رو امروز جابجا جا میکنم یک میخوایم راجع به طلا صحبت بکنیم طلا هفته گذشته ریزش قابل توجه تجربه کرده بود اما طبیعتا با شروع هفته جاری داریم می‌بینیم که برگشت و بید رو اصلاحا داریم می‌بینیم درخواست‌های بیشتر رو داریم برای طلا می‌بینیم اما دوباره سوالی این هستش که چقدر این موضوع ادامه دار هستش یه ویدیوی کوتاهی هم دو سه روز پیش منتشر کردیم هم در اینستاگرام و هم در یوتیوب در مورد اینکه تکنیکال ها چقدر میتونن پیش بکنن بازار رو و پاسخش رو اونجا دادیم اما خب میبینیم که طلا روی این حمایت 1800 دلاریش تونست خودش رو نگه داره و برگرد بالا اتفاق دیگری که افتاده بود این کاهش قیمت نفتی که در دو هفته یکی دو هفته گذشته دیده بودیم امروز تقریبا بخش قابل توجهش جبران شد دوباره به خاطر افزایش نگرانی های این موضوع رو داریم میبینیم و این موضوع رو در گاز طبیعی هم داریم میبینیم و رسیدنش دوباره رسیدنش به سه دلار رو شاهد هستیم اما این اتفاقات و این امنی ها همطور که گفتم در میان مدت و در طولانی مدت تاثیرشون رو روی دلار خواهند گذاشت همطور که در فتواش داریم مشاهده میکنیم و کاهش شاخص دلار رو داریم بینیم. البته هرچند هنوز خیلی زوده برای اینکه بخوایم کامل در این مورد موضوع تصمیم بگیریم همونطور که داریم میبینیم ما هنوز توی این روند بسیار بسیار قدرتمند رو به بالا هستیم اما این حمایت 105 ممیز 93 جایی هستش که که جوره آخرین سنگر حساب میشه هم برای این خط روند و هم برای این حمایت و این شکست به سمت پایین میتونه که به شکل ادامه داری حرکت رو ادامه بده طبیعتا خیلی ارتباط داره این موضوعات به اینکه ادامه داستان در قضه در اسرائیل چه خواهد شد آیا قرار یک جنگ طولانی مدت بشه مثل اتفاقی که در اوکراین داره میفته و یا اینکه نه زود سرتاش هم میاد و به یک نتیجه و حالا سر. برمیگرده اما به بازار بورس اگر نگاه بکنیم بازار بورس هم منفی بود اما دوباره ریاکشن اولیه که امروز نشون داد مثبت بود چرا این مثبت بودن از کجا داره میاد همونطور که گفتم از خبر خوب برای بازار خبر بد هستش میاد بسیار علی قبل از که بخوایم سراغ تکنیکال بیت کوین بریم یه سر سریع هم به آنچین بزنیم خیلی تغییر قابل توجهی رو توی میارهای آنچین نداریم بخواید یکی از دلایلش اینه که خب یکم بیشتر طول میکشه تا واکنش نشون بده آنچه این همیشه گفتیم برای خیلی کوتاه مدت ساخته نشده اما اگر نگاهی به و فاندینگ ریت و اوپن اینترست بندازیم میبینیم که این روند افزایشی فاند اوپن اینترست یعنی افزایش ورود تریدرها کاملا مشهود هستش اما فاندینگ ریت کماکان داره هولوش صفر نوسان میکنه نه خیلی لانگ هستن تریدرها نه و نه خیلی شورت یه جورایی وسط داستان هستن اول خب دارن به بازار برمیگردن نسبت به دو سه ماه پیش که بعد از این خروج بزرگی که داشتن دوباره شروع کردن به بازار برگشتن و خوبی میتونه پتانسیل رو برای نوسانات بزرگتر در بازار بیشتر بیشتر بکنه اما اگه به اس و بازار اسط... اسپات اگر نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که این اتفاقی که هفته گذشته دیده بودیم بالاتر رفتن شورت ترم هولدر بالا بالاتر رفتنش از یک رو شاهد بودیم و الان میتونیم ببینیم که میانگین بالای یک مونده و اون سنتیمنت مثبت کماکان در بازار ادامه داره میگم همطور که گفتم نگران طبیعتا بیت کوین و به طور کلی کریپتو به عنوان یکی از بازارهای ریسک پذیر تاثیرش رو از وضعیت ژئوپلیتیک دنیا قاعدتا خواهد گرفت اما بیت کوین در مقایسه با سایر ارزها در مقایسه با سایر با مابقی دنیای کریپتو به شکل چی حساب میشه به شکل سیف هیون حساب میشه به شکل یک دارایی امن حساب میشه نسبت به در واقع ارزهای دیگه و این رو میتونیم توی دامیننس ببینیم و روی خود نمودار بیت کوین رو هم اگر نگاه بکنیم اگر نمودار روزانه راندیم با هم نگاه میکنیم خود نمودار بیت کوین رو هم نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که فعلا این خط روند رو حفظ کرده فعلا این حمایت اینجا رو در 27400 27500 حفظ کرده و خب این نشانه قدرت در شرایطی که میگم خیلی از بازارهای دیگه تحت فشار هستند این نشانه نشانه قدرتی هستش و سوال اینه که چقدر میتونه این موضوع ادامه دار باشه من کماکان در یک نگاه طولانی مدت تر اگر نگاه بکنیم در این نمودار فودن یک سال اخیر از افتاده 2023 و الان رو نگاه بکنیم من کماکان سر تئوری که روز اول سال 2023 باهاتون به اشتراک گذاشتم و ویدیوش رو میتونید توی لینک ها پیدا بکنین هستم که اون داستان مینی بر مارکت و مینی بول مارکت امسال به نظر میاد که کماکان سر جاش هستش من هنوز انتظار ندارم که از اینجا قرار باشه صاف یهو بخوایم بریم بالا به نظر اصلا منطقی و طبیعی نمیاد دوباره ممکنه یک اتفاق غوی سیاهی به وجود بیاد که این رو باعث بشه اما پلن من این نیستش کماکان فکر می کنم که ما قراره که در یک بر مارکت شاید به اون معنایی که در سال 2022 دیدیم خیر اما در یک مینی بر مارکت که ممکنه به شکل حرکت به سمت پایین باشه تا هلوش 20 هزار تا و یا صرفا نوسان در همین حوالی باشه خلاصه بین 30 تا 20 تا 30 هزار دلار نوسانات رو شاهد باشیم تا انتهای سال این پیش بینی و این حدث من هستش از ادامه حرکت ابیت کوین بسیار عالی اگر بخوایم به سایر ارز... سایر هم نگاه بکنیم همونطور که در سمت راست تصویر میتونیم ببینید همه در واقع جفت ارزهای کریپتو قرمز هستن مخصوصا مخصوصا نسبت به بیت کوین اینجا میتونیم اتریوم به بیت کوین رو ببینیم و شکست تکنیکال خیلی قدرتمندی که به سمت پایین داره اتفاق میفته یکی از موضوعاتی که دو, دو هفته پیش اتفاق افتاد و فرصت نشد در موردش صحبت بکنیم بحث ETF اتریوم بود که پخش شد و خب خیلی درخواست کمتری وجود داشت برای ETF اتریوم نسبت به چیزی که انتظار می رفت و نسبت به چیزی که حتی برای بیت کوین اتفاق افتاده بود و خب این تا حد قابل توجهی قابل پیش بینی بود طبیعتا اینستیتوشن ها شرکت ها و حتی خیلی از مردم عادی اون علاقه که نسبت به بیت کوین دارن رو به هیچ ارز دیگری ندارن به خاطر خب قدرتمندتر بودنش هست به خاطر بزرگتر بودن مارکت کپش هست طبیعتاً به خاطر ضد سانسور بودنش هست به خاطر واقعا غیر متمرکز بودنش هست و خب هر ارز دیگری که شما در نظر بگیرید مخصوصا مخصوصا اتریوم رو در نظر بگیرید این خواص رو نداره تقریبا غیر متمرکز نیستش اتریوم هم رو میدونیم استفاده های دیگری داره مقایسه کردنش با بیت شاید درست نباشه اما خب ETFی که بخواد اتریوم رو دنبال بکنه به شکل اثبات برای من حداقل خیلی جذاب نیستم مطمئنم برای خیلی از سرمایه گذاران دیگر هم جذاب نبوده و خب این عدم در واقع بازخورد عدم علاقه ای که از سرمایه گذارها دریافت شد در ETF اتریوم در یکی دو هفته پیش تا نتیجه خودش رو روی نسبت اتریوم به بیت کوین هم گذاشت که میتونیم اینجا مشاهده بکنیم اما اگه بخوایم چند کلامی در مورد بازار فارکس صحبت بکنیم طبیعتاً میگم اتفاقی که افتاد بحث جنگ همشی رو تغییر داده دلار به فرانک سوئیس فرانک سوئیس ارزی هستش که طلا رو دنبال میکنه طبیعتاً انتظار حرکت رو به پایین رو ازش میتونیم داشته باشیم دلار به ین یعنی ژاپن خیلی تفاوتی نکرده با چند وقت اخیرش که حرکت اون رو داریم می ادامه میدیم دلار استرالیا به فرانک سوئیس این جزء ارزهایی بود که در هفته های گذشته دنبالش بودیم انتظار برخورد به این خط قرمز رو من داشتم ولی خب با یک چند دهم درصدی فاصله از اینجا رد شد و بنابراین من وارد ترید نشدم و دوستانی که شدن مطمئناً دارن استفاده میکنن از این ترید یورو به دلار استرالیا کماکان با این خطر روند پایینش درگیر هستش و هر برخوردی به نظرم با این خط روند پایین میتونه که یک شروع خوبی باشه برای ادامه حرکت به سمت بالا اما اگر به دلار کانادا به ین ژاپن نگاه بکنیم دو تا کشوری که به ترتیب صادر کننده و وارد کننده بزرگ نفت هستن میتونیم تاثیرات در واقع قیمت نفت رو روش ببینیم کاهش قیمت نفت کاهش این نمودار و افزایشش افزایشش رو به دنبال داشته بسیار عالی هفته نامه کوتاهی بود و با یک روز تاخیر منتشر شد اما امیدوارم که براتون جالب بوده باشه هفته نامه آتی هم روز دوشنبه یا انتهای روز یک شنبه منتشر خواهد شد پس منتظر هفت نامه ها باشید یک نوع ویدیو جدید یک نوع محتوای جدیدی هم به, به گنج اضافه میشه حتما توی این دو سه روزه توی اینستاگرام و یوتیوب دیدین برام بنویسین به نظرتون این نوع محتوا جالب هست دوست دارین به این شکل ویدیوهای کوتاه 5 دقیقه 10 دقیقه رو ببینین به شکل محاوره با هم صحبت بکنین و یا ترجیحتون به این شکل از محتوا و محتوای هفته نامه هستش ممنون از همراهی شما مراقب خودتون باشین و تا دیداری بعد خدا